به دریا بنگرم دریا توینم به صحرا بنگرم صحرا توینم به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان قامت رعنا توینم عرض سلام و ادب احترام خدمت شما شاگردای عزیز صنف نهم به درس زبان و ادبیات دری و سان در جلسه نهم خوش آمدید در قالب در واقع دو درس و دو بخش در خدمت شما هستیم در درس جدید بخش اول ما در مورد یک مفهوم جدیدی است تحت عنوان میکروب که عنوان درس شما موجود کودچک و دشمن بزرگ از یاد کرده و در قسمت دوم در مورد چی میپردازیم دوستان در مورد در واقع انواع جمله خواسته جمله تمنایی خب شاگردهای عزیز کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید ۲ص۹۶4 7۸۰ ۲55 41۳ راه ارتباطی ما با شما خوبان و نیکان است دوستان عزیز همراه ما باشید خب دوستان و شاگردای عزیز در جلسه قبل یک کار خانگی برایتان داده بودیم و از شما خواسته بودیم که برای جمله عاطفی دو مثال بنویسید گفتیم که در انواع تقسیم بندی جمله جمله خبری را گفتیم جمله عاطفی را گفتیم جمله سوالی یا پرسشی را برایتان توضیح دادیم جمله ندایی را گفتیم حال میپردازیم در جمله چی دوستان جمله عاطفی جمله عاطفی جمله ای که بیان کننده احساسات و عواطف انسان باشد هرگاه جمله ای داشتیم که این بیان کنندگی را داشته باشد در عنوان جمله عاطفی از او یاد میکنیم خب مثال میاریم دوستان میگوییم که چقدر هوای خوبی است آقای دوستان چقدر هوای خوبی از این جمله جمله عاطفی است جمله ای که در واقع احساسات عواطف شما را بیان میکند و این جمله در مخاطب شما نیز باعث جوشش یک احساس و یک عاطفه در نهاد او می مثال بعدی میگوییم بهبه به به چه گل زیبایی به به چه گل زیبایی نگاه کنید دوستان پس این نوع دوم ما هم یک جمله عاطفی که در واقع نشان دهنده احساس و عاطفه شما با دیدن یک گل می شود یک نکته دوستان قبل از اینکه وارد درشیم این نکته را براتون بگویم خیلی وقتا برای شما از عزیز سوال پیش میآید که تفاوت بین جمله عاطفی و جمله خبری چیست چون هر دو در واقع یک چیز را بیان می یک خبر را میدهد یک در واقع چی؟ یک جمله بیانی را دارد برای ما بیان میکند ابراز میکند پس اینکه که جمله عاطفی همون جمله خبری ای نه یک تفاوت دارد یک تفاوت اساسی که فی ما بین جمله عاطفی با جمله خبری است ای که در انتهای جمله عاطفی دوستان همیشه علامت چی می آید علامتش از نوع علامت تعجبی است بفهم دوستان یعنی کسی که میخواهد جمله عاطفی را بشنود برای بار اول در واقع چی شود؟ دچار تعجب دچار شیگفتی می شود و در انتهای این نوع جملات که تحت اونان جمله عاطفی گفتیم چیست همیشه علامت تعجب می آید. ولی در حالی که در جمله خبری در انتهای جمله چی می آمد؟ در انتهای جمله همیشه ما چی را داشتیم؟ در انتهای جمله دوستان همیشه ما چی را داشتیم؟ همیشه نقطه را داشتیم نقطه در واقع نشانه یا علامت نگارشی بود که برای جمله خبری می آمد ولی برای جمله عاطفی چیه؟ برای جمله عاطفی علامتش علامت تعجب است خیلی وقتا می توانیم از نوع بیان او جمله نیست معنای او جمله و نوع جمله را تشخیص دهیم در جمله خبری وقتی شما میگویید میگویید که احمد آمد هوا سرد شد یا خبر را صرفا ارائه میدید ولی در جمله عاطفی از نوع گفتن او گوینده متوجه میشید که جمله عاطفی است چقدر هوا خوب است به چه گل زیبایی یا کنید وقتی این جملات را میشنوید احساسات و عواطف در درون شما غلیان میکند <applause> خب شاگردای عزیز وارد بخش اول شویم همانطور که براتون گفتیم عنوان درس امروز شما موجود کوچک دشمن بزرگ است شاید برای شما هم سال پیش آید که در واقع این مفهومی که میگوید موجود کوچک دشمن بزرگی در چی میپردازد این اشاره دارد در دا یک نوعی از انواع چی سان امراض که در عنوان او عامل مرض از او یاد بکنه میکروب که دست بندی میکنه تقسیم میکنه و در موردش توضیح میدهید و یک چیزی که برای من معلم جای شگفتی است است که این درس در این کتاب چیکار میکند چطور یک درسی که تحت عنوان میکروب شناسی است انواع میکروب راه های انتقال میکروب در واقع بیان می شود توضیح می دهد و این درس جایگاهش به نظر من معلم دری در حوزه کتاب بیولوژی شماست البته این معلم و نویسنده ای کتاب آمده و این درس را در کتاب دری شما قرار داده و یکی از چیزهایی که گفتیم دوستان عواطف و احساسات انسان را برمی انگیزد همیست که شما با چیزهایی گفتی چیزهایی که انتظارش را نداری روبرو می شوی. و یک از چیزهایی که برای ما در واقع این رخ داده همین درس است و جایگاه این درس در این کتاب در این جلسه برای ما جای شگفتی است خب میگویند موجودات ذرهبینی و کوچکی که همیشه و همه جا باعث بیماری ما میشود میکروب نام دارد پس میکروب میگوییم که یک موجوداتی است یک موجودات ریز خیلی ریز دوستان که دیدن نمیشود با چشم مسلح نمیتوان او را دید و این موجودات در داخل بدن ما اگر وارد شوند باعث ایجاد یک بیماری خاص یک در واقع مرض خاص میشود برای مشاهده میکروب باید از میکروسکوپ استفاده کرد دوستان برای مشاهده میکروب باید از یک دستگاهی به نام میکروسکوپ استفاده کرد که دوستان تصویرش رو در پایین برای شما چیکار کردیم برای شما کشیدیم که هر زمانی که اگر خواستین شما در واقع این رو ببینید می توانید اینجا مشاهده بکنید که در واقع اینجا چیه دوستان یک دستگاه میکروسکوپ است واژه میکروب را میگن اصطلاح غیر علمی و محاوره ای در میان مردم است پس از نظر علمی ما چیزی به نام میکروب دوستان نداریم آن چیزی که داریم تحت عنوان انواع میکروب است که ما یا تحت عنوان ویروس میشناسیم یا تحت عنوان باکتری از او در علمی تحت عنوان علم بیولوژی از او نام میبریم ولی میکروب ما بین مردم در واقع در محاوره بین مردم کوچه و بازار استفاده شده و جا افتاده میکروب ها به شیوه های گوناگون به ما منتقل می شوند خب از چه طریق این میکروب ها وارد بدن می یا از طریق آب است یا از طریق باد است یا خاک یا هوا یا مواد غذایی که فاسد شدن یا از طریق حشرات پشه ها یا از طریق حیوانات کوچک حیوانات خانگی که در داخل خانه نگهداری می و این موجودات دارای یک میکروب خاص هستند و از طریق این موجودات از طریق این در واقع اجسام از طریق ای در واقع آب، باد، خاک این در واقع مرز این میکروب وارد بدن ما می شود بیشتر میکروب ها توفیلی هستن نگاه دوستان توفیلی رو گفتیم یعنی وابسته. میکروب ها برای اینکه که ادامه حیات پیدا کند نیازمند این است که وارد بدن انسان حیوان شود و از طریق بدن انسان تغذیه می کند و در واقع رشد می کند و اگر این بدن انسان نباشد ای در واقع میکروب ها نمیتواند وابستگی پیدا کند و نمیتواند ادامه حیات داشته باشد و از بین میروند خب دسته بندی میکروب ها دوستان ما میگویم به طور کلی ما دو نوع میکروب داریم یک نوع ویروس است و نوع دوم باکتری میباشد خب دوستان گفتیم نوع اول ویروس است ویروس در واقع دارای صفت است دارای ویژگی است که برای شما می بیان کنیم اولا میگویم که ویروس ها از نظر حجم از نظر اندازه نسبت به باکتری دوستان کوچکتر است در واقع زره تر است در محیط آزاد زنده نمیمانند این ویژگی ویژگی در واقع ویروس هاست که در محیط آزاد از بین می رود تو هستند یعنی چی یعنی نیازمند است یعنی که وارد بدن انسان شود و از بدن انسان تغذیه کند برای ادامه حیات خود در حجره های موجودات زنده دیگر تکثیر می نگاه کنید اگر بس ما همین بود دوستان که ویروس ها برای ادامه حیات نیاز به تکثیر است نیاز است که تعدادش روز به روز بیشتر شود در داخل بدن انسان و در داخل حجره های موجودات مختلف چه انسان باشد چه حیوان باشد و حتی نباتات و گیاهان را شامل می شود وارد اون می شود و تکثیر پیدا می کند و در واقع باعث آفت برای گیاهان و دچار مرض و بیماری برای انسان و حیوانات می شود نوع دوم باکتری ها هستند باکتیری ها گفتیم از نظر اندازه از نظر حجم نسبت به ویروس ها بزرگتر هستند و یک تفاوت اساسی که باکتری ها نسبت به ویروس دارند این است که باکتیری ها مفید هم هستند یعنی همه ضرر نیست همه مضر برای بدن برای در واقع حیات نیست بلکه میتواند آثار و پیامدهای مفیدی نیز برای انسان داشته باشد مانند تخمیر خمیر نان اگر شما میخواید یک نان درست کنید برای این نان نیاز است که چی اول در واقع او خمیر تخمیر پیدا کند تخمیر این خمیر به واسطه چی به واسطه یک نوع میکروب است دوم تبدیل شیر به ماست اگر بخواهید که شیر را به ماست تبدیل بکنید دو سال میبینید که باز هم نیاز به یک باکتری است که این باکتری باعث این عمل می‌شود برای ساختن ترشی و سرکه نیز می‌شود از این در واقع کمک گرفت اگر یک در واقع دوستان یک پرانتز باز میکنیم یک نکته برایتون بگیم ایست که تقسیم بندی میکروب ها در ویروس ها و باکتیرو ها شاید شکل خوبی نباشد شاید بگویم که امروزه علم پیشرفت کرده و این تقسیم بندی را قبول نکرده بلکه میکروب خودش یک در واقع مرض یک در واقع چیز خاصی می باشد در حوزه علم پزشکی و ویروس ها یک دسته دیگر می باشد که حتی ویروس ها را نمی توانیم ما در زیر مجموعه و تحت عنوان در واقع میکروب ها جای بدهیم و این تقسیم بندی شاید یک تقسیم بندی غلطی به نظر بیاید خب منابع انتقال میکروب حالا میخوایم راههایی که منابعی که موجب انتقال میکروب به انسان میشود یا در حیوان میشود دوستان را بررسی کنیم میگویم انتقال امراض مخصوص انسان بعضی از در واقع مریضی ها هستن که از یک انسان به انسان دیگر منتقل میشود از طریق تماسی که فی بین دو انسان ایجاد میشود باعث شکل گیری یک مرض میشود شود مانند چی؟ مانند در واقع بیماری سرخکان و چچک از این نوست که بیماری است که از طریق تماس با لباس غذا و ظرف شخصی که آلوده است دچار او مرض است دچار او ویروس است دچار او میکروب است دچار او باکتری است شما میآید از غذای او مشترکن استفاده میکنید نفس او در نفس شما برخورد میکند یا لباس او را شما میپوشید و باعث بیمار شدن شما میشود نوع بعدی انتقال امراض از منابع گیاهی یا حیوانی است بعضی از امراض هستند که از گیاهان وارد انسان میشد بعضی از حیوانات وارد انسان میشد نیش میکروب سالدانه نگاه کنید دوستان یکی از این انواع است نیش کیک میکروب در واقع میکروب طاعون میدونید که مثلا دوستان یکی از بیماری هایی که در قدیم در بخصوص در قرون وسطا در واقع میلیون ها انسان را نابود کرد همه چی بود دوستان همه میکروب تاون تا بود که در واقع این تاون تا از طریق حیوانات انسان منتقل می شود در افغانستان ممکن است از طریق در واقع حشره کیک این در واقع بیماری از یک حیوان به یک انسان منتقل گردد نه آخر دوستان انتقال از منبع طبیعت یا اشیاء فاقد جان می باشد یا اجسام بی را نام می برید. مانند هوا خاک باد و آب از جمله این چیزهایی است که در طبیعت موجود است و انسان می تواند از این طریق دچار مرض شود مانند مرض تیتانوس دوستان که نام دیگرش که برای شما یک مقدار روشن شود همون بیماری کوزاز است که در واقع این بیماری کوزاز از طریق وارد شدن در انسان می آید وارد می شود به خصوص از طریق دهان دوستان و در واقع دهان انسان را دچار بیماری می کند مرض می کند و در مراحل بسیار شدیدتر ممکن است کل استخوانهای انسان را تحت تاثیر قرار داد و باعث از بین رفتن و شکستن استخوانهای انسان شود سردرد تب بیحالی در واقع خود در واقع عدم اشتهایی که در انسان به وجود میاد از نشانه های دیگری بیماری تیتانوس است خب عالی ما گفتیم انواع راه هایی که انتقال پیدا میکرد یک بیماری به انسان میخواهیم می بگیم که روش هایی که باعث عدم انتقال میشد روش هایی که ما میتوانیم در مقابل این انواع بیماری ها از راه های انتقال میکروب و ویروس و باکتری در بدن انسان جلوگیری کنیم دو مورد را برای شما دوستان ذکر میکنیم خب اول دوستان سیستم دفاعی بدن خب یک سیستم داره شما سیستم دفاع بدن انسان دارای چیست دارای خاصیت مقابله به مثل است خب این میتوان از سه طریق باشد یا از طریق پوست است که پوست انسان یکی از مهمترین چیزهایی است که در مقابل ورود انواع میکروب ها مرس ها به بدن انسان جلوگیری میکند این خاصیت پوست انسان است یا قشای مخاطی که در انسان است مانند بینی شما در داخل بینی شما میبینید دوستان مویرک های وجود دارد که مانع از ورود انواع مرض ها بیماری ها به داخل بدن انسان میشود یا همین بزاق آب دهانی که در داخل دهان شما هست این نوع خاصیتی چی دارد؟ میکروب کشی دارد وقتی شما یک چیز را میخورید با بزاق دهان شما که مخلوط میشود همین بزاق دهان باعث میشود که خاصیت میکروبی او از بین برود یا کرویات سفید خون است که دوستان در داخل بدن انسان مهمترین عاملی که به عنوان سیستم دفاعی بدن انسان از او یاد می شود همین کرویات سفید خون است که در واقع هر وقت یک مریضی، یک بیماری، یک ویروسی در داخل بدن شما قرار می این سیستم اولین کاری که دارد مهمترین و اصلیترین کاری که دارد مقابله با این چیز دوستان با همین امراض است خب دوستان عزیز روش های پیشگیری و درمان حال دیدیم که سیستم بدنی ما ضعیف است توانایی را نداره که در مقابل مرض در مقابل بیماری ورود میکروب ویروس باکتری در بدن انسان در واقع مقابله کند دو روش شکل می گرد. یک روش پیشگیری است و یکی روش درمان است روش پیشگیری را تحت عنوان روش وقایوی از او یاد میکنند که در واقع واکسینه کردن است می‌بینیم که در بسیاری از کشورها خاصه در کشور عزیزمان افغانستان بسیاری از کودکان قبل از دو سال را برای که دچار فلج نشوند در واقع از قطره فلج اطفال استفاده میکنند و میخورانند دوری از منابع آلوده یکی از این موارد است منابعی که تحت عنوان آشغال و زباله و کسافت هستند باید از او دوری کرد در واقع نزدیک این منابع آلوده نشد استفاده از مواد ضد عفونی کننده در صورتی که دست شما در صورتی که بدن شما با منابع آلوده در واقع تماس برقرار کرد برای ضد عفونی از این مواد استفاده کنید و نظافت را رعایت کنید یک نکته بسیار بسیار مهمی که رعایت نظافت از اصول اساسی در حوزه سلامتی انسان است توجه به مواد غذایی غذای قضای خود را حتما نگاه کنید دوستان غذای آلوده نباشد فاسد نباشد مواد تازه از او استفاده شده باشد آبی که میخوریم آب سالم باشد آبی باشد که از هر نوع میکروب و بیماری در واقع فارق باشد و این مواردی است که در حوزه روش های پیشگیری از میشود یاد کرد روش های دوم روش های درمان است در صورتی که ویروس باکتری وارد بدن شد حال ما چیکار میکنیم حال در واقع بدن ضعیف میشود و ما میشویم یک فرد بیمار یک فردی که دچار یک مرض شده خب چند راهکار چند راه حل برای این کار وجود دارد؟ یک تجویز دکتر پیش دکتر میرویم و میبینیم که دکتر چه نسخه برای ما نوشته دکتر از چه شربتی از چه تابلتی برای ما استفاده کرده و به ما گفته که در واقع برای خوب شدن برای بهبودی یافتن از او استفاده کنیم از داروها از, داروها، از آنتی بیوتیک ها که در واقع به عنوان یکی از مهمترین موادی هستن که برای بهبود سلامتی انسان خای مریض و بیمار در واقع از او یاد میشد مانند پینیسیلین که توسط یک دانشمند اسکاتلندی در سال 1928 میلادی به نام الکساندر فیلمینگ در واقع کشف شد به طور کاملا اتفاقی اشان در واقع ای پنیسیلین را کش میکنه که هرگز خود نیز انتظار چنین چیزی را نداشت روش های دفاعی بدن دوستان به طور کلی به این انواعی که برایتان بیان کردیم تقسیم میگردد وارد بخش دوم شویم قواعد دستوری در انواع جمله هایی که برای شما تا حال بیان شده این دوستان میرسیم در یک اسکای جدیدی تحت عنوان جمله تمنای یک جمله که در واقع امروز برای شما ذکر می شود می در تعریف جمله تمنایی آورده شده است که جمله است که در آن تمنا و آرزو درباره کسی یا چیزی بیان شود پس هر بار هر بار در مورد کسی یا در مورد چیزی خواهشی تمنایی آرزویی کردید او جمله شما از انواع و اشکال جمله تمنایی است خب مثال بزنیم مانند چی ای کاش ای کاش جوانی دوباره برمیگشت ای کاش جمله که اصلا به هیچ عنوان تحقق پیدا نمی کند دوستان ولی جمله است که برای همه ما در اون فوان پیری این جمله تکرار می شود. ای کاش جوانی دوباره برمیگشت یک جمله تمنایی ای کاش سال گذشته درس خود را بهتر می خواندم دو سال با هم یک جمله آرزویی یک جمله تمنایی یا امیر خسرو دهلوی در واقع در قالب یک شر همین جمله تمنایی را بیان می کند. دودیده کاش مرا خاک آن زمین بودی که نعل توسن آن شاه سوار می آید نگاه دوستان دو دیده کاش مرا خاک آن زمین بودی این می شود یک جمله چی؟ یک جمله تمنایی در حوزه نظم نه در حوزه نظم دو جمله اول در حوزه نصر بود خب و انتهای درس امروز ما باز هم کار خانگی برای جلسه آینده شما میگویم برای جمله تمنایی دو مثال بنویسی سه مثال در اسلاید قبل ما برای تان آوردیم حال دو مثال شما برای ما در جلسه بعد می آورید خیلی خوب شاگردان عزیز دوستان قند در همین لحظه جلسه امروز را خاتمه می دهیم جلسه امروز یک جلسه بود که بسیار جای شگفتی برای من و برای شما داشت چون درس امروز ما بیشتر از که در حوزه ادبیات دری مرتبط باشد درسی بود که در حوزه دروسی مانند بیولوژی بیشتر بیشتر ارتباط می گیرد و شاید موقعیت ایده در, در کتاب ما نبوده باشد را ارتباطی ما را فراموش نکنید دو سیف نوستد و چار و هشتاد پنج چهل ارتباط بگیرید هر نو سوال هر نو در واقع خواسته داشتید روان کنید و ما را خوشحال سازید عزیزان دلبند نازنینان عزیز تا جلسه بعد خداوند یار و نگهدارتان